با همه پیشرفتایی که دانش توی این قرن‌ها داشته، هنوز یه سری از سوالات کلیدی ما که خیلی پیش از فلسفه یونان مطرح بودن بی جواب مونده. اینکه ما از کجا آمدیم؟ آیا حیات غیر از کره زمین توی جاهای دیگه هم وجود داره؟ و سوالای بیشماری از این دست. یه سری از این پرسش‌های بی جواب ساده به نظر میان. زمان چیه؟ قرن‌هاست دانشمندا سعی دارن بفهمن دقیقاً زمان چی هست، اما به نظر میرسه برای درک واقعیت زمان هنوز راه طولانی رو در پیش داریم. اما بیاین ببینیم آخرین نظریه‌های علمی در مورد زمان چی میگن. زمان برای ما چند تا ویژگی خاص داره. اولا که همیشه به یه سمت حرکت میکنه و تا به حال دیده نشده به عقب برگرده. تا به حال دیده نشده کسی سنش به جای زیاد شدن کم بشه. همینطور ما زمان رو به سه دسته گذشته، حال و آینده تقسیم میکنیم. با اینکه هر سه این حالت ها مربوط به زمان هستن، اما به نظر میرسه با هم فرق دارن. گذشته ها گذشته و هیچ چیزی در مورد گذشته قابل تغییر نیست. با این حال زمان حال و آینده نامعلوم هستند. ما به طریقهای مختلفی از جمله مکانیک نیوتونی میتونیم مکان و فضا رو درک کنیم و براش قاعده و قانون وضع کنیم. اما به نظر بسیاری از فلاسفه و دانشمندا زمان اصلا این ویژگی رو نداره و انگار ذاتاً غیر قابل درک است. اما این اسرارآمیز بودن زمان به چی مربوط میشه؟ اجداد ما چند هزار سال پیش متوجه شدن که زمین هر 365 روز یه بار به دور خورشید میچرخه و با بررسی حرکت خورشید و ستاره‌ها توی آسمون تونستن تقویم اختراع کنن. اما اختراع تقویم کافی نبود و انسان کشاورز برای اینکه بتونه از روز و شبش به نحو احسن استفاده کنه، مجبور بود بازم زمان رو به قسمت‌های کوچکتری به عنوان ساعت، دقیقه و ثانیه تقسیم بندی کنه. شاید اگر ما روی سیاره‌ای زندگی می‌کردیم که توش گیاه یا کشاورزی در کار نبود و فصل‌ها به شکلی که روی زمین اتفاق می‌افتادن وجود نداشت، زمان رو جور دیگه‌ای محاسبه می‌کردیم. ما معمولاً زمان رو با ساعت اندازه می‌گیریم. اما کشفیات جدید توی فیزیک نشون داده که ساعت‌ها همیشه همزمان نیستن و گذر زمان توی جاهای مختلف کائنات با جاهای دیگه فرق می‌کنه. مثلا زمان روی کره زمین با سرعت مشخصی حرکت میکنه، اما نزدیک به یه سیاه‌چاله زمان انقدر کند میگذره که به نظر میاد کاملا ثابت مونده. اینشتین این مسئله رو تو نظریه نسبیت به خوبی توضیح داده. اگه برادر دوقلوی شما به فضا سفر کنه و چندین سال نوری از شما فاصله بگیره، وقتی برمیگرده با تعجب میبینه که شما پیر شدین اما اون خیلی جوان مونده. این مسئله که یه مسئله کاملا ثابت شده است، خیلی با برداشت معمول ما در مورد زمان فرق میکنه. این روزا دانشمندا برای بررسی دقیق زمان از چیزایی به اسم ساعت اتمی استفاده میکنن که میتونن زمان رو با دقت خیلی خیلی زیادی اندازه‌گیری کنن. اما استفاده از ساعت اتمی به پیچیدگی قضیه اضافه کرده. اگه ما دو تا ساعت اتمی داشته باشیم که یکیش 40 سانتی متر بالای اون یکی قرار داشته باشه، مشاهده میکنیم که ساعت بالایی سریعتر کار میکنه. این به این معنی که توی ارتفاع بیشتر از سطح زمین زمان بیشتری برای سپری شدن وجود داره. یعنی کله آدم یه کوچولو از پای آدم پیرتره. اما ما به مفهوم قدیمی زمان عادت کردیم، چون زمان روی زمین تقریبا ثابت هست و همه جاش یه جور میگذره. دقیقه ها، ساعت ها و سال ها روی زمین برای همه انسان ها یه مفهوم داره و همه سرش توافق دارن. اما همونطور که دیدیم زمان حتی روی زمین هم ثابت نیست و با ساعت اتمی میشه این تفاوت رو به سادگی مشاهده کرد. در ضمن توی مثال دوقلوها که یکیشون میره فضا، بحث فقط این نیست که ساعت مچی شخص فضانورد با سرعت متفاوتی از ساعت مچی برادرش که روی زمین کار کرده. به نظر میرسه سلولای بدن اون دو برادر هم با اصول کاملا متفاوتی نسبت به همدیگه کار میکنن. به نظر میرسه توضیح زمان فقط با استفاده از فلسفه و فیزیک ممکن باشه. جالبه بدونین توی تقریبا هیچ فرمولی توی فیزیک اینجوری نیست که زمان فقط به جلو حرکت کنه و میشه با معکوس کردن اون فرمولا زمان رو به عقب برگردون. همونطور که گفتیم برای ما گذشته با آینده یه فرق اساسی داره. گذشته ثابته ولی آینده بازه. اما هیچ کدوم از قوانین اصلی فیزیک شامل این تفاوت بین گذشته و آینده نیستن. زمان توی بیشتر فرمولای فیزیک متقارن هست. فقط قانون دوم ترمودینامیکه که این مفهوم رو توی خودش داره. قانون دوم ترمودینامیک میگه توی یه سیستم بسته آنتروپی افزایش پیدا میکنه.
آنتروپی چیه؟ اگه بخوایم آنتروپی رو به زبون خیلی ساده توضیح بدیم، میتونیم با بی‌نظمی مقایسه کنیمش. آنتروپی بالا یعنی بی‌نظمی بالا و آنتروپی کم یعنی نظم. این رو یکم بیشتر توی این ویدیو توضیح دادم که میتونین یه نگاهی بهش بندازین. قانون دوم ترمودینامیک میگه که اگه به یه محفظه بسته فشار یا انرژی وارد نشه، آنتروپی یا بی‌نظمی اجزای داخل اون ظرف همیشه افزایش پیدا میکنه. پس همه چی از نظم کامل به بی‌نظمی میرسه. درست همونطور که اگه ما دوتا تخم مرغ رو توی یه ظرف هم بزنیم، با هم مخلوط میشن و برگشت اونا به حالت تخم مرغ سالم دیگه امکان پذیر نیست. دانشمندان معتقدن همین ویژگی خیلی بنیادین و اساسی قانون آنتروپی است که باعث میشه زمان فقط و فقط به سمت آینده حرکت کنه. چرا؟ چون قانون دوم ترمودینامیک تنها قانونی هست که زمان توش برگشت ناپذیره. فیزیکدانا میگن فهم ماهیت زمان سخت است، چون زمان به دلایل نامشخصی دائم در حال تغییره. بعضی از فیزیکدانا هم با این موضوع مخالفن. اما این احساسی که گذر زمان به ما میده، نه توی نسبیت عام، نه توی گرانش کوانتومی، نه مکانیک کوانتومی و نه حتی توی ترمودینامیک تعریف نشده و فقط و فقط به ذهن ما ربط داره. فرضیاتی توی علم عصب شناسی است که معتقد مغز ما یه جور ماشین زمانه که طی میلیون ها سال یاد گرفته رشد آنتروپی و بی‌نظمی رو به چیزی به اسم گذر زمان تعبیر کنه و چیزایی به اسم خاطره بسازه تا بشه زمان رو باهاش بهتر درک کرد. یعنی خاطرات هیچ واقعیتی ندارن، بلکه تجسم درونی کردن روند گذر زمان توسط مغز ما هستن. برای همینه که آینده با گذشته برای ما فرق میکنه، چون ما خاطراتی از آینده نداریم. اما واقعیت فیزیک این هست که گذشته، حال و آینده همه یک چیز هستن و فرقی با هم ندارن. ما موجودات زنده یه بخش کوچیک از طبیعت هستیم و مثل همه چیزهای دیگه توی این جهان باعث افزایش آنتروپی میشیم. و زمان برای ما یه مفهوم احساسیه، چون توی زمان هست که ما چیزایی رو به دست میاریم و چیزای دیگه رو از دست میدیم. این مفهوم برامون مهم میشه. بیرون از ما و احساساتمون، زمان معنی فعلی خودش رو کاملا از دست میده. پس زمان رو به جلو حرکت میکنه چون آنتروپی زیاد میشه. اما قبل از اینکه این ویدیو رو تموم کنم، باید اینم توضیح بدم که طبق کشفیات جدید توی فیزیک کوانتوم، بعضی از ذرات بنیادین مثل فوتون‌ها قابلیت این رو دارن که توی شرایط خاصی توی زمان به عقب برگردن، یا به اصطلاح سفر در زمان برای برخی از ذرات ممکنه. امیدوارم بتونم به زودی در این موردم یه ویدیو بسازم، اما اجالتاً اینو توضیح بدم که این اتفاق موجب نقض قانون دوم ترمودینامیک نمیشه. وقتی شما چیزی رو میذارین توی یخچال تا سردش کنین، آنتروپی این چیز به جای اینکه افزایش پیدا کنه، کاهش پیدا میکنه. اما واضحه که زمان برای اون چیز به عقب بر نمیگرده. چرا؟ چون ما نمیتونیم یخچال رو یه سیستم بسته در نظر بگیریم. چون یخچال با جهان بیرون از خودش رابطه گرمایی داره و جالبه بدونین همه یخچال‌ها بدون استثنا بیشتر از سرمایی که تولید میکنن گرما تولید میکنن و به همین دلیل ممکنه چیزهای داخل یخچال سرد بشن، اما بیشتر از اون سرما گرمایی به بیرون از یخچال انتقال پیدا میکنه که باعث میشه قانون دوم نقض نشه. بدن خود ما و مغزمون نمونه بارز نظم و آنتروپی کم است، اما در کلیت جهانی که توش قرار داریم قابل تعریفه و هیچ کدوم از اینا تغییری توی فهم ما از جهان ایجاد نمیکنه. این ویدیو بخشم با کمک مالی سیما قدیرزاده و سهراب راسخ ساخته شده. دوستانی که به ما کمک مالی میکنن باعث میشن ما بتونیم به کار خودمون ادامه بدیم و از نظر مالی به هیچ جا یا هیچ تبلیغاتی وابسته نباشیم. سیما، سهراب، ممنون از اینکه کنار من هستیم. اگه شما هم میخواییم به جمع تولید کننده های کرونوس بپیوندین، میتونیم با استفاده از لینکی که توی توضیحات این ویدیو گذاشتم به ما کمک مالی کنین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده، اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین و کانال رو سابسکرایب کنین. مرسی از منبع عظیم انرژیتون و اینکه اونو به اشتراک میذارین.